پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. نظام‌های مدعی دینداری همواره از شیوه‌های مختلف برای کسب اعتبار استفاده می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها مشابه‌سازی تاریخی رهبران و مقامات خود با پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان معصوم ایشان و اصحاب و یاران معصومین در صدر اسلام است. فارغ از اینکه این مشابه‌سازی‌ها چقدر می‌تواند به آبرو و حیثیت باورهای دینی آسیب بزند، همواره تریبونداران از این روش برای کسب اعتبار و در عین حال برای انحراف افکار عمومی استفاده می‌کنند و در این مشابه‌سازی‌ها عملاً منتقدین و مخالفین خود را در جایگاه کفار و مشرکین و خوارج قرار می‌دهند تا زمینه سرکوب و خفه کردن ایشان را فراهم نمایند. گزاره‌هایی همچون از صدر اسلام تا کنون، علی زمان، جانشین رسول خدا، نایب برحق امام زمان و ده‌ها مورد مشابه دیگر همواره برای مشابه‌سازی تاریخی مقامات حکومتی و حوادث زمان حاضر با شخصیت‌های صدر اسلام و حوادث آن زمان جهت کسب اعتبار توسط سخنوران و تریبونداران استفاده می‌شود. این مشابه‌سازی‌های کاذب ابتدا بزرگترین ضربه را به باورهای دینی می‌زند، زیرا انسان‌های معمولی و غیر معصوم را با انسان‌های برگزیده از سوی خدا و معصوم مشابه‌سازی می‌کنند و خیلی زود بعد از اینکه ناکامی این مقامات آشکار شد، مردم نسبت به شخصیت‌های مشبهان به بی‌اعتقاد می‌شوند. حکایت مشابه‌سازی با اصحاب و یاران خاتم الانبیا و ائمه علیهم السلام و شخصیت‌های غیر معصوم در صدر اسلام همچون ابازر زمان و دیگر عناوین هم مشکلات خودش را دارد. هم از منظر فلسفه تاریخ، هم از منظر پژوهش‌های تاریخی با متدولوژی علمی، شخصیت‌های تاریخی هر کدام در مقطعی ظهور و بروز پیدا می‌کنند و بعد به تاریخ می‌پیوندند و از ایشان سخنان و نوشته‌هایشان باقی می‌ماند و اساساً هیچ فرد دیگری نمی‌تواند پیش و پس از ایشان تشابه کامل و عینیت با شخصیت دیگری داشته باشد. حوادث و اتفاقات تاریخی هم دقیقاً چنین حکمی دارند. هیچ جنگی، هیچ بحران و نزاعی در تاریخ تشابه و عینیت با جنگ و بحران دیگری ندارد و مشابه سازی در این زمینه هم هیچ پایه و مبنای علمی و حتی دینی ندارد. دستگاه پروپاگاندای مشابه سازان در واقع برای کسب اعتبار از شخصیت‌ها و حوادث تاریخی و برای پوشاندن عیوب و کاستی‌ها و احیاناً فسادها و ضعف‌های خود به چنین مشابه سازی‌هایی رو می‌آورند. در میان انبوه مشابه سازی‌ها اما بزرگترین معصیت مشابه سازی با شخصیت بی‌نظیر تاریخ بشریت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام است. به روایت شیعه و اهل تسنن و حتی پژوهشگران غربی در زمینه تاریخ اسلام، شخصیت و مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش و همزمان و 13 قرن پس از شهادت آن حضرت قطعاً بی‌نظیر بوده و هست و خواهد بود. حتی در میان امامان و معصومین کراراً امیرالمؤمنین غیر از برای حضرت علی ابن ابی طالب سزاوار نیست، چه رسد و افراد غیر معصوم. این مشابه سازی ها در موارد زیادی ریشه در ناکامی های نظام های سیاسی دارد که تلاش می کنند از این طریق خود را نزد دینداران و متدینین معتبر نشان بدهند تا بتوانند دست کم از ابزار دین دنیای خود را آباد کنند، غافل از این که این مشابه سازی ها هم به باورهای دینی و هم به اعتبار ایشان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس اجتماعی و روابط بین الملل و فعال رسانه از واشنگتن، و جناب سید مجتبی واحدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از تگزاس همراه ما هستند. مخاطبین گرامی با ما بمانید تا بیشتر در این زمینه بگوییم و بشنویم.
میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب دکتر روشندل و جناب آقای واحدی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. عرض سلام و درود دارم. سلام بر شما و مهمان برنامه‌تون و بینندگان برنامه. درود بر شما، متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید پرسش اول رو از جناب دکتر روشندل آغاز کنم. مشابه سازی تاریخی فارغ از اینکه در باورهای عموم مردم چه اثری دارد و باعث چه تغییری می شود، آیا می تواند در بهبود نظام سیاسی یک حاکمیت و اعتبارگیری آن کمک کند؟ بله، خیلی متشکرم از دعوتتون و عرض سلام دارم بر مهمان عزیز جناب واحدی. خدمت شما عرض بکنم، برای بررسی این موضوع ما باید به یک سری ریشه های تاریخی نگاه بکنیم که حکومت هایی که معمولا از طریق انقلاب سرکار میان معمولا یک قرینه سازی های یک الگوهایی رو ازش پیروی میکنن. این در مبحث جامعه شناسی سیاسی خیلی امر پذیرفته شده ای هست. معمولا سه گروه در روند شکل‌گیری قدرت نقش اساسی دارند که در واقع آرمانگرایان هستند که بخش رهبران رو تشکیل میدن، بخش دوم جریان رادیکال و تند هست و بخش سوم جریان محافظه‌کار. تفاوتی که وجود داره اینه که رهبران در واقع در گروه اول یک نگاه آرمانی و خیالی رو نسبت به قدرت دارن و به محض اینکه به قدرت میرسن معمولا اینها آرمان گرایی خیالی و حکمرانی رو سعی میکنن مقدم بر تأمین معیشت و اداره امور جامعه بکنن. طبیعتا جریان رادیکال هم ابزار اصلی قدرت اینها میشه. من به بخش سوم اشاره نمی کنم چون وقت برنامه زیاد نمی خوام گرفته بشه، ولی اینو می خوام عرض کنم که رهبرسازی در جوامعی که مبتنی بر انقلاب هست بر اساس پیشینه و فرهنگ و آداب و رسوم اون کشور شکل می گیره. این انقلاب چون منشأش یک نوع ایدئولوژی اسلام سیاسی بود، طبیعتاً قدیس زایی یا ایجاد به اصطلاح یک شخصیت آرمانی که منبعث هست در واقع دین مبین اسلام باشه همواره در باور رهبر اول و رهبر دوم این حکومت بوده، یعنی هم آقای خمینی هم خامنه‌ای طبیعتا متوسل به شخصیت‌های ارزشمند اسلام میشن که به یک نوعی مشروعیت خودشون رو در قالب به اصطلاح این شخصیت‌ها، تعریف از این شخصیت‌ها برای خودشون قرینه‌سازی کنن و خودشون رو مثالی مجسم از همون شخصیت هایی بکنن که در صدر اسلام بوده. ما موارد بیشماری رو در رفتار و گفتار اینها داریم، هم خمینی هم خامنه‌ای تلاش کردن که با نزدیک شدن به مثال هایی که در شخصیت این به اصطلاح امیرالمومنین هست یا پیامبر هست، خودشون رو یک فردی منحصر به فرد در تاریخ کنونی بدونن و بر این اساس تلاش بکنن که ابزار مشروعیت خودشان را در جامعه بست و گسترش بدن. به همین دلیل هستش که من باورم این هستش که این وضعیت رفته رفته جامعه رو به سمت دین گریزی نهایتاً سوق خواهد داد و البته در ادامه در سوالات دیگه مطالب دیگری رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بله جناب دکتر روشندل، این مشروعیت دادن یا این اعتبارگیری به نظر شما کمکی به حاکمیت هم کرده تا کنون؟ بله طبیعتاً اینا مشروعیتشون رو میشه گفت به طور جزئی اگه صحبت کنیم از زمانی که خمینی اصرار بر رفراندوم تحمیلی خودش بر مردم کرد، جمهوری اسلامی و ولاغیر، طبیعتاً مشروعیت مردمی خودش رو از دست داد. ما در دوره رهبری خمینی که تا سال 68 بود یک ساختارسازی مبتنی بر کاریزما سازی شخصیتی خمینی رو داریم، یعنی اندازه خمینی در واقع خیلی بلندتر از جمهوری اسلامی و قد و قامت او بود بر اساس اون نظریه ولایت فقیه. ولی ما بعد از دوره خمینی شاهد ایجاد یک ساختاری هستیم که خامنه‌ای به دلیل اینکه اون مشروعیت رو هم اندازه خمینی نداشت، تلاش کرد که مشروعیتش رو از طیف نه جامعه روحانیت سنتی و مردم، بلکه از یک گروه و طبقه نظامی و امنیتی بگیره. به همین دلیل این حکمرانی که شما بهش اشاره دارید اینه که مشروعیت مردمی خودش رو به تدریج از دست داده و یک نگاه بسیار تند و رادیکال رو بر جامعه تحمیل کرده. من بر این باور هستم که ساختاری که آقای خامنه‌ای ساخته طبیعتاً در حال ریزش هست، به خاطر اینکه معیار و میزان وفاداری به این حاکمیت تظاهر و ریاکاری و چاپلوسی
افرادی شده که در این حکومت سمت‌های بالایی دارن و این مشروعیت رو در واقع به هم می‌ریزه. در نظام جامعه شناسی سیاسی معمولاً این دو حکومت‌ها رو حکومت‌های آرمانگرا می‌دونن و اینها طبیعتاً گرفتار ریزش از درون میشن. متشکرم. جناب آقای واحدی، شما در این زمینه چه فکر میکنید؟ آیا مشابه سازی تاریخی ابزاری مفید برای اعتبارگیری نظام‌های سیاسی هست؟ من تصور میکنم که یک دوره کوتاه ابتدای انقلاب میشه گفتش که جمهوری اسلامی با مذهب سواری و بعضی از مشابه سازی‌های تاریخی سعی کرد برای خودش طرفداران دست و پا بکنه. اما ظاهراً حوصله خمینی هم سر رفت و احساس کرد اگر بخواد در همون چارچوب هایی که ادعا میکنه، همون چارچوب هایی که بسیاری از ماها نه بر اساس تحقیق و مطالعه، بر اساس دین میراثی که پیدا کردیم، اگه بخواد در اساس اون ادامه بده، کلاش پس مرکز. به همین جهت خیلی صریح و شفاف شروع کرد که قیاد همه رو راحت کنه از بسیار از مبانی که جزء اصول در واقع تزلزل ناپذیر، حالا یا فروع یا اصول تزلزل ناپذیر بود، شروع کرد. تا جایی که نماز هم مهم نیست برای در برابر نظام، دروغ هم مهم نیست، شرب خمر هم مهم نیست، جان امام زمان هم مهم نیست. یعنی من به دو پروفایل تقسیم میکنم دوره جمهوری اسلامی رو، فرق نمی کنه بین خمینی و خامنه‌ای. در یک دوره خمینی سعی کرد با استفاده کاملا ابزاری از اسلام برای خودش نوعی طرفدار مردمی و طرفدار متدین جلب کنه و جذب کنه. دلیلش هم مشخص بود، از افراد متدین بهتر میشه به نوعی استفاده کرد برای فداکاری ها، برای جانفشانی ها، سرنگون کردن یک حکومت بدون جانفشانی و نترس بودن و اعتقاد به اینکه من الان آزادیمو از دست میدم در برابرش بهشت گیرم بیاد، در جانمو از دست میدم در برابرش، به تعبیر مرحوم آقای دستقی، یه قصری تو بهشت به من میدن 70 طبقه، هر طبقهش 70 اتاق داره، هر اتاق 70 تا فرش و هر فرش 70 تا حوری خوابیدن. خب این حداقل حتی برای آدمهایی که کاملا کاسب مسلکانه برخورد میکنن میارزه که یک جان نچندان، یک زندگی نچندان شیرون رو در برابر این همه چیز عوض کنن. اما از یک مقطعی به بعد عوض شد. نکته که من میخوام عرض کنم خدمت شما اینه که ما نه توان و امکان و ابزار نیت خوانی داریم، نه مجاز هستیم. به همجد من بیشتر ترجیح میدم ببینم که حالا نتیجه چی شد، یعنی که نیتشون چه بود، آیا واقعا نیتشون این بود که بر اساس تفاسیر و داستانها و نقلهایی که از صدر اسلام شده حکومت اداره کنن، یا یعنی استفاده ابزاری میکردن. من نتیجه میخوام خدمت شما میگم، اگر یک روزی تشبث به اسلام باعث جلب طرفدار میشد یا بخش از متدینین رو به طرف حکومت جلب میکرد، اونها رو وادار میکرد در برابر مشکلات تحمل کنن، به هوای اینکه الان مشکل تحمل میکنم، عوضش اجر خدایی دارم، نمیدونم کاری میکنم که اصحاب امام حسین انجام دادن، اصحاب امام علی انجام دادن، شهدای صدر اسلام کارهایی که انجام دادن، رزمندگان صدر اسلام. الان به مرحله رسیدیم که حالا آیه روشندل به دین گریزی اشاره کردن، ما داریم به دین ستیزی میرسیم. یعنی مشابه سازی علی خامنه ای با علی ابن ابی طالب الان در جامعه ما چیزی به شأن علی خامنه ای اضافه نمی کنه، متاسفانه نگاه ها به علی ابن ابی طالب رو منفی می کنه. کاری که الان کردن و باید اعتراف کنه، من به عنوان کسی که ارادتمند خاندان اسمت طهارت هستم عرض می‌کنم خدمت شما که امروز در جامعه ما حتی نماز خوندن که داره مشکل میشه. من این داستان رو بارها گفتم، زمانی که من ایران بودم یه سفری از لندن برمیگشتم، موقعی که می‌خواستم برگردم فاصله بین نقطه‌ای که من باید برای گیت پرواز می‌رفتم تا اون، حتما دوستان فرودگاه لندن دارن، یه جایی هست که عبادتگاه برای همه ادیان هست، برای مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمان کنار هم، فاصله زیاد بود. من سجاده انداختم وسط ترمینال، نمازمو خوندم، حتی یک نفر به من نگاه نکرد. همون سفر تازه صحبت مال 18 سال پیشه، برگشتم ایران، تو ایران وسط فرودگاه سجاده انداختم نماز خوندم، صدها نگاه به من نگاه ملامت‌آمیز داد. تازه صحبت می‌کنم مال 18 سال پیشه. من خدمت شما هستم که حتی اگر فرض کنم که حکومت به دنبال این بوده که از طریق مشابه سازی ها، از طریق انتصاب ناحق شخصیت های حکومت به شخصیت های صدر اسلام و شخصیت های حالا محترم و مقدس برای ماها، برای خودش کسب مشروعیت یا احترام یا تحمل بکنه، الان برعکسه. این انتصاب باعث شده که مردم که اینها رو قبول ندارن و قبول هم نمی‌کنن. انتصاب باعث شده که متأسفانه جایگاه اون عزیزان در بین مردم اومده پایین، و این چیزیه که من بسیار متأسفم که بسیار از افرادی که حالا ادعای دین مداری دارن، کسانی که خودشون رو سرباز پیامبر می‌دونن، کسانی که خودشون در رکاب امام حسین می‌دونستان، الان بنا به مصلحت‌سنجی سکوت می‌کنن و نتیجه سکوت اونها اینه که امروز در جامعه ایران
نه معمم، من با اجازه خود شما اینو قبلا دوستان گفتن کلمه روحانی استفاده نمی‌کنم چون مبناشو نمی‌دونم، با اینکه پدر خود من معممه. نه معمم احترام داره، نه دینی که معمم تبلیغ میکنه. دلیلش هم جمله آخر هستم به خاطری که مردم مبانی دینی را از همون کسی میشنوند که بسیار از دروغ‌های حکومتی رو میشنوند و بسیار از توجیهات نسبت به جنایت‌ها و فسادهای حکومت میشنوند. متشکرم جناب دکتر روشندل، بفرمایید که آیا استفاده از مشابه سازی تاریخی توسط نظام‌های سیاسی را نقطه قوت ایشان می‌دانید یا ابزاری برای توجیه اشتباهات و مفاسد؟ معمولا مشابه سازی از شخصیت‌های تاریخی به ویژه در بحث مذهبی که اشاره کردم طبیعتاً برای سوء استفاده از قدرت و در اختیار گرفتن بخشی از جامعه که بتونه قدرت رو به طور نامحدود در اختیار حاکمیت قرار بده در واقع میشه گفت یک فرصت هست، ولی به تدریج این وضعیت رفته رفته خودش رو در واقع بازسازی میکنه. بازسازی راه‌های مختلفی داره، یا از درون همین مجموعه اون گروه سومی که البته من بهش اشاره نکردم جریان محافظه‌کار هست که در سال 76 این فرصت رو پیدا کرد که زبان حال مردم باشه برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت که به نام جریان اصلاح طلب بود که به جایی نرسید، یا به این شکل معمولا حکومت در داخل خودش اون فساد رو سعی میکنه درمان بکنه، یعنی در اون ترمیمی اتفاق میفته، یا از طریق بروز انقلاب هایی که مردم نهایتاً اون نکته بسیار عالی که جناب واحدی اشاره کردن دینگوریزی تبدیل میشه به دین ستیزی و نهایتاً مطلوبیت قدرتی که حاکمیت مشروعیتش رو با تکیه بر دین بنا کرده اون اصلا در چشم و نگاه و عمل مردم فرو میریزه و مردم به این باور میرسن که اصلا نه اسلامی هم که اینها دارن نمایندگیش میکنن به خدای نکرده در دوره پیامبر هم به همین شکل بوده و طبیعتاً یک تقابل بسیار شدیدی بین حاکمیت و مردم ایجاد میکنه که نهایتاً عرض کردم منجر به تغییر نظام‌های سیاسی میشه. این تغییر نظام در معمولاً در نظام‌های توتالیتر همواره موجب تغییرات بسیار بزرگی هست، چه خسارت انسانی چه خسارت‌های مالی و اقتصادی بیشتر. درود بر شما جناب آقای واحدی، بفرمایید که مهمترین و بزرگترین خساراتی که به مشابه سازان وارد می شود چیست؟ مفهوم ابلهانه و کودکانه تصور میکنن همین مشابه سازی برای کسب سرمایه اجتماعی براشون کفایت میکنه، نیازی ندارن به اینکه با حکمرانی خوب طرفداران خودشون رو نگه دارن یا طرفدار جدید اضافه بکنن. این اولین خسارتی که بهشون بخوره، یعنی چون احساس میکنن که مردم به خاطر ارادت به اون افراد مشبهان به اینها ارادت پیدا خواهند کرد نیازی نمیبینن و همین رو میبینید در رفتار حکومت جمهوری اسلامی. کار به جای رسیده که میان میگن که یه موقع میگفتن برای اینکه مردم رو جذب کنن و جلب کنن میگفتن که علی علیه السلام وقتی که تو نشسته بود در مثلا حالا به اصطلاح امروز دفتر کارش و یک چراغ روشن بود، چراغ حالا پی اس او هر چی بود، اگر یه نفر میومد صحبت شخصی میکرد امیرالمومنین چراغ رو خاموش میکرد، میگفت بحث شخصی من اجازه ندارم از اموال بیت المال حتی در حد روشن بودن یک چراغ چند دقیقه استفاده کنم. الان میگن که حضرت امیر فرموده در حکومت من 30 خلاف وجود داره که قدرت مبارزه باشون ندارم. یعنی ببینید طرف به جایی میرسه که نه تنها خودشو موظف نمیدونه اصلاح کنه خودشو، بلکه هر روز میره عمیق‌تر تتبع میکنه چیزایی در میاره یا کشف میکنه یا جهل میکنه، یعنی بسیار شرفاً جهله. از این حالا حرفمو اینجا تکمیل کنم، اولین خسارتی که میخورن اینه که خودشون رو نیازمند کسب رضایت مردم نمیبینن. خسارت دومی که با توجه بسیار از افراد فقط به خاطر افرادی که متدینینی که میان به اینها میپیوندن و از اینها حمایت میکنن کسانی هستن که اول عرضم خدمتون توضیح دادم حاضرن جانفشانی بکنن، آدمهایی هستن که نترس هستن، هر نوع سرمایه گذاری حاضرن بکنن. این خصلت نترسی که ممکنه یک ابتدا به خاطر دینداری و اعتقاد به آخرت و آخرت و اعتقاد به ثواب و عقاب در طرف بوده میمانه، اما به خاطر عملکرد حکومت بسیار از افراد دینشون از دست میدن. اون شجاعت در طرف هست، دین وجود نداره. به همین جهت این افراد خودشون میشن یکی از در واقع سخت ترین دشمنان حکومت کمان که شدن و میشن موی دماغ حکومت، و از اون طرف هم وقتی به فساد میافتن فاسد ترین افراد میشن. شما ببینید
بزرگترین بر پرونده های فساد، چه فساد اخلاقی، چه فساد مالی، چه فساد سیاسی، چه جاسوسی، مربوط به کسانی که یک روزی از جانفشان های جمهوری اسلامی بودند. یعنی از این دو بعدی که گفتم، بعد دومش هم از نظر من خیلی مهمه، کسانی که به خاطر به هوا یا به تصور و توهم غلط پیروی از دین، جانفشانی از در راه دین به حکومت پیوستن و از حکومت دفاع کردن، وقتی که براشون مشخص میشه تمام حرفا بازی بود و بسیارشون حتی اعتقادشون به دینشون از دست میدن، اونها عناصر بسیار خطرناکی علیه خود حکومت خواهند شد. تا حالا دیدیم و در آینده خواهیم دید که اینها بزرگترین دشمن حکومت هستند و اتفاقا شاید نترسترین دشمنان حکومت. درود بر شما جناب دکتر روشندل. سخن شما با قربانیان این مشابه سازی ها که به تعبیر شما دین گریز و به تعبیر جناب واحدی دین ستیز شدند چیست؟ ببینید، در رابطه با این بخش بذارید خیلی راحت تر بخوام مطلب رو توضیح بدم. ببینید، در حکومت هایی که معمولا یک باور ایدئولوژیک رو به عنوان حامل قدرت خودشون نگه میدارن و بر اساس اون قدرت رو توضیح میکنن در بین عوامل خودشون، طبیعتا تکیه بر ابزار ایدئولوژیک تنها وجهی از ایجاد مشروعیت رو در جامعه توجیه میکنه. من به طور مشخص مثال هایی که جناب واحدی زدن، یه مقدار عقبتر میخوام برگردم. اوج وفاداری مردم ایران نسبت به این حکومت در دوره جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد. شما تمام اون موضوعاتی رو که شما میبینید، یک جنگ سرزمینی هست و در واقع تمامیت ارضی ایران مورد حمله قرار میگیره، حکومت نه به عنوان ابزار وطن پرستی، با ابزار ایدئولوژیک مردم رو و جوانها رو متقاعد میکنه که از کیان مملکت و کیان حکومت دفاع بکنن. در واقع اینجا هستش که این همه قربانیانی که در جنگ ایران و عراق بودن، اینها درسته در جایگاه خودشون یک افراد وطن پرست بودن، به خاطر وطن در واقع شهید شدن، ولی حکومت چجوری از جوانان مملکت به عنوان ابزاری برای مشروعیت سازی خودش استفاده میکنه و متناسب با اون هم ما میبینیم بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، کماکان حکومت سوار بر باورهای غلطی که خودش داره و ترجمه غلطی که از اصول اسلامی داره، همواره سیاستهای خودش رو با مشابه سازی دوران پیامبر و دوران امامان داره به اصطلاح توجیه میکنه. یکی از مواردی که شاید خیلی به مسائل روز ما ارتباط داره، مسئله انتخابات هست. شما میبینید قرائت‌های مختلفی از صدر تا ذیل مسئولین نظام، چه رهبر بگیره و چه ائمه جمعه، شما میبینید که تماما بر اساس قدیس سازی حکومتی هستش که به هیچ حقوقی از مردم وفادار نیست. به طبق اون گفته آقای مصباح یزدی که مردم هیچ حقی ندارن، از یک طرف شما میبینید بحث رفراندوم را آقای خامنه‌ای میگه که مردم اصلا نمیتونن در این رابطه حرفی بزنن، نفی میکنه، ولی برای انتخابات تا این حد میان مطرح میکنن که امام زمان هم قراره در انتخابات شرکت بکنه. یا تعابیر و تفاسیر بسیار غلطی از دوران صدر اسلام رو میارن به عنوان مثال در جلوی چشم مردم و با اون تفاسیر بسیار غلط سعی میکنن برای خودشون ولو موقت مشروعیت سازی کنن. این موارد رو من بهش اشاره میکنم به دلیل اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد، این روند متوقف نخواهد شد، مگر اینکه خود مردم طبیعتاً باید در مقابل این حکومت به یک نوعی، به یک ادبیات مناسب و به یک شناخت بسیار بسیار واقعی از اهمیت دین و باورهای اخلاقی در دین برسن که متفاوت تر از رفتار حکومت ترجمه و تفسیر میشه و توسط اونها به مردم تحمیل میشه. به همین دلیل هستش که من در صحبتهای قبلیم هم در برخی از صحبتهام عرض کردم انتخابات جزو در مباحث جامعه شناسی جزو حقوق ملت محسوب میشه، جزو دارایی های مردم محسوب میشه. حکومت در واقع یک ابزاری هستش که بتونن اون شرایط امکان سنجی و سنجش رفتار حکومت رو یا درستی یا غلط بودن رفتارشون رو در این انتخابات مردم بتونن به معرض آزمایش بگذارن، که هنوز ما میبینیم حکومت انتخابات رو در تملک خودش میبینه و با اون سیاست هایی که خودش طراحی میکنه سعی میکنه با ابزار قدرت به یه نحوی استفاده کنه که مشروعیتش رو پایدار و دائم نشون بده. متشکرم.
جناب آقای واحدی، سخن شما با مسئولین و تریبوندارانی که همچنان مشابه سازی و به تعبیر حضرت عالی مذهب سواری می کنند چیست؟ من ترجیح میدم به جای این مسئولان حکومتی که قلب و چشم و دلشون سیاهه با کسانی صحبت کنم که خودشون رو دلسوز دین و بعضا متولی دینداری مردم میدونن و در برابر این همه فساد حکومتی از جمله همین مذهب سواری سکوت میکنن. اگر راست میگن، اگر واقعا نگران مذهب هستن، اگر نگران پایبندی مردم به مناسک مذهبی اعتقادات دینی هستن، باید تکلیف خودشون روشن کنن. نمیشه که کسی، حالا حتی من مجبورم به اسم بیارم، افرادی مثل آیت الله سیستانی وقتی سکوت میکنن در برابر این همه جنایت و فساد و مصلحت اندیشی میکنن، همون کسانی که میگفتن که در صدر اسلام به حضرت امیر توصیه میشد شما مصلحت اندیشی کنید که در حکومت بمونید و ایشون حاضر نمیشد مصلحت اندیشی بکنه، همون افراد الان دیگه در خوشبینانه ترین شرایط، اگر نگیم به دلیل انتصاب یا حضور فرزندانشون، نوادگانشون، دامادهاشون، داماد دامادشون در بر سر سفره انقلاب سکوت میکنن، حداقل مصلحت اندیشی میکنن. تصور میکنم که اینها باید فکری بکنن. از حکومتی توقعی نیست، حکومت با همه چی بازی میکنه. من یک جمله رو از روی کتاب خاطرات آقای رفسنجانی جلد سال 60 اش میکنم، ببینید که این حکومت تا چه حد خودش رو مجاز میدونه با همه چیز بازی کنه. عصر به جلسه فاتحه حزب جمهوری اسلامی برای شهدای انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب رفتن. گفته شد که تعداد شهدا 2 نفر بیشتر از 72 نفر است، ولی قرار شد به خاطر اعتبار و ارزش عدد 72 و شباهت آن با شهدای کربلا و جا افتادن آن عوض نشود. یعنی ببینید همه چیز بازیچه این هاست. آیا مراجع بزرگ، مؤممین قم، مشهد، نجف، کربلا کماکان میخوان به خاطر مصلحت اندیشیشون یا به خاطر منفعت جویی های بعضی از اطرافیانشون دیگه حداقل سکوت بکنن؟ به نظرم اونها باید تجدید نظر کنن، وگرنه از این حکومتی که ثابت کرده به هیچ چیز پایبندی نداره، حکومتی مشاور آقای مشتبه خامنه یعنی عبدالرضا داوری میگه که من در کنار میا خلیفه میایستم چون مخالف اسرائیل، یا کلیپ درست میکنن که اگر بین اسرائیل و شیطان جنگی در بگیره ما کنار شیطان میایستیم، این حکومت تکلیفش مشخصه. یعنی اصلا هیچ حد یقفی نداره. اگر من بخوام توصیه‌ای بکنم یا خواهشی بکنم یا التماسی بکنم به کسان، این رو خواهم گفت و التماس خواهم کرد که مدعی نگرانی برای دین مردم هستن و در برابر حکومتی که چیزی از آبروی دین باقی نگذاشته سکوت میکنن. درود بر شما. مشابه سازی تاریخی دستاویز اعتبارگیری نظام‌های سیاسی. بشنویم سخن پایانی جناب دکتر روشندر. خیلی متشکرم از بیانات خیلی خوب مهمان عزیز جناب واحدی خوبم. خدمت شما عرض بکنم، ببینید اون نکته که جناب واحدی در فرمایش آخرشون اشاره کردن، جامعه ایران در حال حاضر با توجه به وضعیت حکومتی که مبلغ دین و سعی میکنه خودش رو نماینده اسلام سیاسی معرفی بکنه، یک جاهایی میشه گفت برای ایجاد تغییر در جامعه ما با موانع مواجه هستیم، ولی یک جا نقاط مثبت و روشنی هم وجود داره. نقاط مثبت داخل اینه که حاکمیتی که الان اسلام رو بر اساس باورهای غلط خودش ترجمه و تحمیل میکنه به مردم، در درون خودش یک جریان سنتی به نام روحانیت سنتی رو داره که طبیعتاً جای خودش رو به مداحان داده و همراهی نکرده با اون مشروعیت سازی که خامنه ای دنبال اون هست. و در خارج از محدوده سرزمینی ایران به دلیل گستره نظام شیعه در خود عراق یا بعضی از کشورها، ما میبینیم که ساختار واقع بینانه و نگاه و نگرش واقع بینانه نسبت به دین مبین اسلام در بین علمای حاضر در حوزه های علمی نجف و کربلا وجود داره. اگر ما زیربنای این مسئله رو برای ایجاد تغییر در این مشکلاتی که در حاکمیت ایران وجود داره به لحاظ دینی بخوایم تعریف بکنیم، طبیعتاً قدم‌هایی یا تحولاتی در این حوزه‌ها اتفاق خواهد افتاد و در کنار خودش طبیعتاً مردم هم باید کمک بکنن و اون تصویر بسیار زیبا و دقیق از دین مبین اسلام رو در تمام به اصطلاح بخش‌های جامعه باید ترجمه و تفسیر بکنن و اجازه ندن که حکومت از ابزار دین به عنوان بازیچه دست خودش برای ایجاد قدرت در واقع اون رو تداوم ببخشه، چون همین روند اگر ادامه پیدا بکنه طبیعتاً
بازم من به اون کلمه بسیار خوبی که جناب واحدی اشاره کرد، دین ستیزی رو ما در جامعه شاهد خواهیم بود، نه دین گریزی. دین ستیزی به وضعیتی که حتی میشه گفت به سمت حتی خدا ناباوری هم بره. ما این موارد رو من نمیخوام خیلی اینجا چون بحث ما فعلا این نیست، ولی طبیعتا فکر میکنم که تحولات بسیار خطرناکی را در امر رابطه دین و مردم من در آینده میبینم که حکومت مقصرش هست، و امیدوارم که این برنامه بتونه یک بینش و آگاهی خوبی رو به مسئولینی که در حوزه دین و معارف اسلامی هستن بتونه ارائه بده. سپاسگزارم. جناب آقای واحدی، میشنویم سخن پایانی حضرت عالی رو. متشکرم. من فقط میخوام، معمولا من حتی در ویدیوهای روزانه خودم یک جمله پایانی، یک روزه پایانی دارم برای متدینینی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند یا به دلایلی جمهوری اسلامی رو بر سایر نهله‌های فعال در عرصه سیاسی ایران ترجیح میدن. ببینید دوستان، فقط اندکی تأمل. من اصلا بدون که ارزش گذاری بکنم میخوام به شما بگم که اگر کمی در صحبت‌های خمینی و خامنه‌ای غور بکنید، تحقیق و تتبع بکنید، اینها اصلا دین جدیدی عرضه کردن. هیچ ربطی اصلا، من نمیگم اسلام خوبه، نمیگم بده، نمیگم دینی که اینا عرضه کردن خوبه یا بده، اما دینی که اینا عرضه کردن با دینی که میراثی به مهارسی بادم تکرار میکنم، چون تحقیق نکردیم. من خودم اگر به جای قم مثلا در سنندج بدم اومدم احتمالاً سنی بودم، اگه خوردم ورتر مثلا در مسکو الان کمونیست بودم، ولی به هر حال شانس آوردیم در فانات مذهبی بر اساس همون دین میراثی که ما رسیده. دینی که اینها دارن یک چیز کاملا جداگانه ایه. یعنی ببینید، این که میگن در اون چه ما از قرآن میفهمیدیم اینه که شیطان در واقع گمراه ابدیه و گمراه کننده ابدی. اینا میگن ما کنار شیطان میایستیم که با اسرائیل بجنگیم. امام زمان میگفتن امید همه مسلمانان، میگن امام زمان کشته بشود برای نظام جمهوری اسلامی. میگفتن نماز پایه دین، میگن نماز رو هم حکومت میشه تعطیل کنه. میگفتن شرابخوار اصلا چه هست و چه هست و چه هست، حالا میگن برای حفظ نظام شرب خمر واجب میشود، دروغ واجب میشود، بهتان واجب میشود. من اصلا باز عرض میکنم، من ارزش گذاری نمیکنم. کتابم به متدینین حامی حکومتی که شما بدونید که دارید برای دین جدید فداکاری میکنید، فکر نکنید برای اون اسلامی که به صورت سنتی و میراثی بهش پیوستید دارید فداکاری میکنید. متشکرم از شما و برنامه‌تون و از آقای روشندل عزیز. سپاسگزارم. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، جناب دکتر روشندل و جناب آقای واحدی، که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. بیننده های محترم، با ادامه پانوراما در خدمت شما هست. تو این دنیا هر کسی به یه چیزی علاقه ای داره و به اون چیزی هم که علاقه داره تعصب داره و روش حساسه. زن و شوهرها، مادر پدرها، الان به یه دختر بچه بگی که بابا تو شبیه فلانیه، شبیه فلان کسکه، میگه که برو بابا، بابای من قشنگترین بابای دنیاست، اصلا مثلش پیدا نمیشه، نمیتونی پیدا بکنی مثلش رو. به یه پسر بچه بگی مادر خوبی داری، مادرت نمیدونم شبیه فلانیه، یا مادرت نمیدونم از لحاظ روحی، از لحاظ روانی شبیه فلانیه، میگه که مادر من، حرف دهن تو بفهم، اصلا اسم مادر منو نیار. تعصب از همون یه علاقه میاد. وقتی که به یه نفر علاقه داری تعصبت هم زیاد میشه. اینها رو گفتم برای چی؟ به یک نفر که حتی بگی بچت شبیه فلانیه، میگه بچه منه، قربونش بشم منه، مال خودمه، اصلا مثلش پیدا نمی کنی. اما وای، دیواری کوتاه‌تر از دیوار اهل بیت پیدا نمی کنی. و اهل بیت که میرسی همه باش قیاس میشن. اهل بیت رو فدای دروغ میکنند، فدای نظام میکنند، فدای قسماشون، مدام قسم میخورن به نام اهل بیت، فدای خودشون میکنند. اصلا انگار، نه تعصبی، نه مودتی، نه محبتی، هیچی. طرف رو میبینی واسه دوست دخترش خودکشی کرده،
همه کار میکنه از روی عشق و علاقش، اما به اهل بیت که میرسه انگار نه انگار، اصلا اگه غیرت نداره. بریم سراغ سوشیال مدیا و نظر کاربران ببینیم در مورد قیاس کردن اشخاص با معصومین علیهم السلام چی هستش. فاطمه گفته وقتی در نقد کاستی‌های حکومت داری از حکومت امام علی حرف می‌زنی، سری موضع میگیرن که قیاس با حکومت معصوم درست نیست. در اختیارات ولی فقیه میگن همان اختیارات پیامبر و معصومینه. در طبقات از چنین حاکمی میگوین قیاس با معصوم صحیح نیست. یک بام و دو هوای روحانیت آلوده به سیاست. صادق گفته حکم قیاس معصوم با غیر معصوم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه خود بعد از جنگ صفین فرمودند هیچ کس را نمیتوان با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیاس نمود. آنهایی که اهل بیت ولی نعمت آنها هستند هرگز قابلیت قیاس شدن با اهل بیت را ندارند. دیگری گفته امام زین العابدین علیه السلام با مقام عصمتی که داشتند عبادت خودشون رو در حد امیرالمومنین نمیدونستند. اون وقت یه عده مدام در حال قیاس غیر معصوم با امیرالمومنین هستند. کاربر دیگه این نوشته وقتی امام معصوم رو نشناختی، معرفت به مقام امام معصوم نداشتی، هی این و اون رو با امام معصوم قیاس میکنی و حفظ بعضی رو از حفظ امام مهمتر میدونی. برای شناخت امام و جایگاه امام آخرین حدیث کتاب کمال الدین شیخ صدوق رو بخونید تا بفهمید که میلیون ها جیم الف بلکه بیشتر فدای یه تار موی امام هست. رفیق هم نوشته چقدر بدم میاد هر اتفاق رو با روزه ابر عبدالله قیاس میکنن. ما میخواییم روزه معصوم رو به امام حسین قیاس کنیم. قبلش دوتا جمله میگیم لا یوم کیومه که یا ابا عبدالله. امروز طرف چقدر راحت داشت همه چیز رو به هم ربط میداد، اعصاب از این چیزا خورد میشه. شما هم جایی دیدید تذکر بدید. به امام گفته که در مثل مناقشه نیست، اما قیاس با معصوم علیه السلام مناقشه که هیچی، کلن به فناست. عزت علی گفته بچه که بودم هیچ وقت نتونستم درک کنم چطور حسین رو شهید کردن در حالی که جدش رو به پیامبر خاتم میشناختن. تا با کسایی روبرو شدم که خودشون رو پیرو خمینی میدونن اما انواع ناروا و توهین رو از نوای امام دریغ نمیکنن. نقد منش و اندیشه ایشون یه چیزه، توهین و تحقیر چیز دیگه است. کاربر دیگه در جوابش نوشته قیاس مع الفارق فرمودید جناب، شما امام حسین رو که معصوم و برا از هر خطایی هستن با نوای امام خمینی که انسانی مثل من و شماست و هر لحظه ممکنه خطایی ازش سر بزنه مقایسه کردید. یوسف نوشته کسی که در حال حاضر سید علی رو قبول نداشته باشه احتمالا اگه زمان حضرت علی بود حضرت علی رو قبول نداشت. دیگر نوشته قال امیرالمومنین نحن اهل البیت لا یقاس بنا احد. هیچ کس از اولین و آخرین قابل قیاس با مولا امیرالمومنین نبوده و نیست. تا چه رسد به همتراز بودن. امیرالمومنین ابراهیم العالمین فدا فرمودن بر صورت متملق خاک بپاشید. شبر گفته خدایا ما رو ببخش، ببین یه مش گوساله گیر افتادیم که یه سری آدم پرغلط پر اشتباه مردم بیچاره کن رو با امیرالمومنین قیاس میکنن. امام باقر علیه السلام فرمودن لا یقاس بنا احد، من قاسم ناعهد من البشر فقط کفر. این کلیپ رو با هم ببینیم. یارمون رحلت فرمود ما مادی از برکات وجودش محروم شدیم ولی این نیفتار کن فخیفی کن و سغلن هست، یعنی واقعا یک سغل حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه که این علی زمانه یک سقل هم حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام این دو سقل ایشون زبان حال ایشون ایک انتار کن که مستقله اینا امانتیست که از ایشون به دست ما رسیده. بزرگوارمون در مورد امیرالمومنین، خب فضیلت امیرالمومنین چی بوده؟ آقا رفته جا پیغمبر خوابیده. خب همون 230 هزار تا شهید ما تو جنگ اگه بشه میگفتی بر جا پیغمبر بخواب میرفتن میخوابیدن. محسن حجاجی میرفت، شهید همت میرفت، این شهاده مدافع حرم بگی تا اون قبلی ها. در مورد امیرالمومنین، خب فضیلت امیرالمومنین چی بوده؟ آقا رفته جا پیغمبر. سید ما به امام ما به امام خامنه ای میگویم یا سیدنا ای سید ما ای امام ما ای حسین ما
به تو میگوییم همونطور که یاران حسین گفتن به حسین در شب دهم محرم الحرام گفتن ای سید ما، ای سرور ما، ای امام ما، ای فرمانده ما، اگر بدانیم کشته بشویم، سوزانده بشویم، خاکستر ما رو به باد بدهند، دوباره زنده بشویم، دوباره کشته شویم، سوزانده بشویم، هزار بار این کار را با ما بکنن، هزار بار با ما این کارها، آمریکایی ها، صهیونیست ها ما رو بکشن، هزار بار ما رو بکشن، هرگز تو را رها نمی کنیم ای حسین زمان. انشالله که دعاش مستجاب بشه. قضاوت با خودتون. بریم ادامه برنامه رو با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از کنفرانس جنبش غیر متعهدها در اوگاندا استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این کنفرانس به تدوین تصمیمات اجرایی در کاهش رنج مردم خاورمیانه کمک کند. این سازمان در بیانیه اظهار داشت شرایط استثنایی که جامعه بین الملل در آن به سر می‌برد، به ویژه با شکاف شدید آشکار میان کشورهای شرق و غرب، جنبش غیر متعهدها را ملزم می‌کند که مواضع مستقل و تأثیرگذار اتخاذ کنند. این سازمان همچنین از شرکت کنندگان در این کنفرانس خواست تا راه حلی در مورد مردم کشورهای منطقه از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی تحقیق کنند. گارد ملی ایتالیا روز گذشته اعلام کرد حدود 40 مهاجر تونسی پس از حرکت با قایق به سمت سواحل ایتالیا مفقود شدند. گفتنی است تونس با بحران مهاجرت مواجه است و مردم از فقر و درگیری در آفریقا و خاورمیانه به امید زندگی بهتر در اروپا مهاجرت می کنند. در پایان لازم به ذکر است کشتی‌های گارد ساحلی با پشتیبانی هواپیماها در حال جستجوی افراد مفقود شده در دریا هستند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه دهلی نو، یک گروه هندوتوا سه مرد مسلمان را در ناحیه اورنگ‌آباد در ایالت بیهار هند به ضرب گلوله کشتند و دو نفر دیگر را به شدت مجروح کردند. به گزارش پلیس متوفیان محمد مجاهد، چاران منصوری و محمد انصاری اهل ایالت جارخند بودند که به همراه دو نفر دیگر در خودرو توسط مهاجمان مسلح مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آن دو نفر در این حمله مجروح شدند. اختر ایمان رئیس مجلس اتحاد مسلمین در ایالت بیهار گفت دولت با خون بیگناهان بازی می کند و ما هر روز شاهد یک جنایت جدید علیه مسلمانان در هند هستیم. لکن دولت همچنان تماشاگر است و مجرمان را مجازات نمی کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و گروه‌های حقوق بشر ضمن برگزاری دهمین سالگرد دستگیری الهام توحتی، استاد دانشگاه و وبلاگ نویس زندانی اویغور، با درخواست مجدد از چین برای آزادی وی خواستار شدند. در همین راستا دختر وی از پکن خواست تا مدرک مبنی بر زنده بودن پدرش ارائه دهند. گفتنی است توحتی، استاد اقتصاد و نامزد جایزه صلح نوبل، در 15 ژانویه 2014 دستگیر شد. او در حین تدریس مرتبا آزار و اذیت مذهبی و فرهنگی اقلیت قومی عمدتاً مسلمان اویغور در سینکیانگ واقع در شمال غربی چین را به دانشجویان خود متذکر می‌شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط توحتی شد و اظهار داشت وی صرفاً به دلیل دفاع از حقوق اویغورها و سایر گروه‌های اقلیت در چین در بازداشت به سر می‌برد. سید ناظم القرابی رئیس بخش ساخت در ساخت در و پنجره های آستان مقدس عباسی علیه السلام از ادامه ساخت پنجره سرداب امام جواد علیه السلام در حرم حضرت عباس علیه السلام خبر داد. وی در ادامه افزود
در حال حاضر نیروهای فنی و متخصص در حال نصب و چسباندن بخش‌های طلایی و نقره‌ای این پنجره که طول آن 9 متر و ارتفاع آن به 2 متر و 90 سانتی متر می‌رسد می‌باشند. وی در ادامه گفت در مرحله قبل لبه بالایی سردر مبارک این سرداب که در آن عباراتی از زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام نوشته شده و طلایی می‌باشد ساخته و نصب گردید. وی تصریح کرد تکنسیان های این بخش توانایی های خود را تماما به کار گرفته و گفتن است این پنجره یکی از دو پنجره هایی است که در حال حاضر روی آن کار می شود. مقام های پلیس پاکستان اعلام کردند که 3 کودک بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در خیابانی در پیشاور زخمی شدند. به گفته مقام ها این انفجار بامداد روز گذشته در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در پیشاور صورت گرفته است. ارشاد خان رئیس پلیس منطقه ورسک پیشاور به روزنامه پاکستانی دان گفت که 4 کیلو مواد منفجره در کنار جاده کار گذاشته شده بود و منفجر شد. در همین راستا پلیس منطقه را محاصره کرده و در حال تحقیقات بیشتر درباره چگونگی این انفجار است. مقام های امدادی پاکستان وضعیت 2 تن از کودکان زخمی را وخیم خواندند. مدرسه ای در لندن به دلیل ممنوعیت نماز با اعتراض یک دانش آموز مسلمان در دادگاه عالی مواجه شد. مدرسه جامعه ماکلا واقع در شمال لندن که قبلاً سختگیرانه ترین مدرسه بریتانیا خوانده می شد، با اعتراض یک دانش آموز مسلمان که نخواست نام او فاش شود در دادگاه عالی این کشور به دلیل تصمیم برای اعمال ممنوعیت نماز مواجه شد. گفتنی است معلمان این مدرسه متهم به تلاشی آشکار برای ممنوع کردن عبادت مسلمانان و نماز خواندن دانش آموزان شدند. شایان ذکر است کاترین بیربالسینگ مدیر این مدرسه به عنوان سخت گیرترین مدیر بریتانیا شناخته شده است. بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای ایران در ساعت 8 صبح امروز شاخص آلودگی هوا در شهر امیدیه خوزستان به عدد 500 AQI رسید که نشان دهنده هوای خطرناک است. بر اساس این شاخص افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند. گفتن است این میزان در شهرهای رام هرمز و بهبهان به 300 و 275 AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم است که بر اساس این شاخص افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. همچنین در ساعت 8 صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهرهای شوشتر، هندیجان و گتوان به 181، 151 و 121 AQI رسید. بینندگان عزیز ممنون که ما را همراهی کردید. خدا نگهدار. مشابه سازی تاریخی، دستاویز اعتبارگیری نظام‌های سیاسی. بیشتر مطالعه کنیم، آگاه شویم و دیگران رو آگاه کنیم. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، از همراهیتون با پانورامای امشب متشکرم. دعاگو من آیوب زیارتون هستم. خدا نگهدار. یا علی مدد.